مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید طالبان فعالیت 17 شبکه رادیویی و تلویزیونی در استان ننگرهار را به دلیل نپرداختن مالیات به تعلیق درآورده است. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم میبینیم. مرکز خبرنگاران افغانستان روز دوشنبه 15 مرداد با انتشار بیانیه‌ای گفته است وزارت مخابرات و تکنولوژی طالبان به این رسانه‌ها هشدار دادند تا زمانی که مالیات گذشته را پرداخت نکنند اجازه فعالیت نخواهند داشت. این نهاد ضمن ابراز نگرانی جدی نسبت به این موضوع خواستار تجدید نظر در این تصمیم و برخورد منصفانه با رسانه‌های محلی توسط طالبان شده است. مسئولان رسانه‌های محلی ننگرهار به مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند مشکلات اقتصادی آنان پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان دو برابر افزایش یافته و تبلیغات تجاری که منبع اصلی درآمد آنان بود به صورت بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است. ماه گذشته نیز مرکز خبرنگاران افغانستان گفته بود که در 6 ماه نخست سال جاری طالبان 7 رسانه از جمله 2 تلویزیون در کابل، 2 رادیو در غزنی، 1 رادیو در لغمان و 2 رادیوی دیگر در استانهای خوست و پروان را مسدود کردند. گفتنی است طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور وضع کردند. نهادهای مدافع خبرنگاران می‌گویند علاوه بر این که بیشتر خبرنگاران کشور را ترک کرده‌اند، بسیاری از رسانه‌ها نیز به دلیل مشکلات اقتصادی فعالیت خود را متوقف کردند. از سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای جاوید سلام و عرض ادب. آقای جاوید، تحلیل شما از تداوم سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان و بی‌توجهی به افکار عمومی دنیا چیه؟ بفرمایید. با سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان و شنوندگان شما. ممنونم. خدمت شما عرض شد که طالب با این موضع‌گیری جدید فکر می‌کنم که 2 هدف بسیار بزرگ پشت سر داره. در قسمت اول اینا جمع‌آوری مالیات که از مالیات میشه خب مچرخش اقتصادی خود رو بچرخانن و طالب به عمر بیشتر پیدا کنن و در ضمن بر اساس بی‌برنامگی یا بر اساس نداشتن یک پلان مشخص و نداشتن یک وزارت بسیار قوی از مالی افغانستان، جمع‌آوری مالیات یک گزینه خوب برای اون ده طالبای شده که داره فساد مالی میکنه. فساد مالی هم اکنون در افغانستان یا بین طالبا بسیار گسترده است و هر نهادی که چشمه درآمد دارن یا مثلا برشان پول میاد، اونا بدون کدام حساب و کتاب، بدون کدام ملاحظه برای نفت خودشان استفاده میکنن. موضوع دو، موضوع در قسمت رسانه ها فکرم مهمترین برد طالبی است که مردم را از دسترسی به اطلاعات محروم میکنن. از نظر من طالبا تلاش برای این داره که مردم آگاه نباشن از اوضاع منطقه، از اوضاع افغانستان، از اوضاع بالاخره در عموم در اطلاعات دسترسی نداشته باشن. و یک برد برای طالبا است. طالبا با این روش 2 هدف خیلی مشخص دارد. اولی که در بخش سیاسی نباید آگاهی برای مردم داده شود. در بخش دوم طالب میخواهد با سلطه تک مذهبی میخواد به یک نحوی روی مردم باشه و مردم را در واقع استثمار بکنه. این که سوال مبنی بر ازی که مثلا سیاست‌های سرکوبگرانه طالب به کجا میره، این سیاست ها در عموم عمر طالب کم کردن آن است، ولی طالب بسیار زیرکانه در این قسمت کار میکنه تا این که وقت بخره. و جالب است که با 10,000 چندین هزار مدرسه که در طالب در افغانستان ایجاد کرده، قرار است که سالانه 100,000 نفر فارغ به تازه 10,000 مدارس و بعد طالبا یک ارتش بسیار منظم به وجود خواهد آورد که این ارتش در افغانستان در واقع حمایتگر تمام، یعنی در واقع بستر تمام توریست ها خواهد شد و این از اونها حمایت خواهد کرد و یک رژیم بسیار مستبد در منطقه به وجود خواهد آمد که قابل تهدید برای همه هستند. از طرف دیگه متاسفانه
یک سلسله ارزش‌هایی که برای دنیا چی بود قابل ارزش بود، از جمله مثلا ارزش‌های حقوق بشری، تعهدات بین المللی، حقوق زن، اینا دیگه برای کشورها مهم نیست. کشورها هر کس دنبال منافع خود است، دنبال منافع ملی خودشان هستن و دیگه اینا طالب را به خاطر از این که شما دارین مثلا حقوق بشر مکانیزم های حقوق بشر را مثلا اینا اگنور میکنه یا مثلا حقوق زن را اینا مثلا رعایت نمیکنه، به این چیزا زیاد نگران نیست دنیا. دنیا میبینه که مثلا برای پروژه های بزرگ اقتصادی اینا کدام از این رژیم ها بدلشان میکنه. شاید امروز طالب در حالی که مثلا مستبدترین گروه و قاتل کودک، زن و همه هستن، اینا دارن حمایت میشن و دارن خوب پیش میرن و هیچ کس هم نگرانش نیست. اما من مطمئن هستم که در طولانی مدت طالب یک نگرانی برای همه، مخصوصا برای کشور من خواهد بود. بسیار زیاد سپاس. بله، با تشکر از سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.